نگران نباشید، احتمالاً از اهالی روسا هستند. میخواهند علت تأخیر مرا بدانند. تو شما کمی شیر میل کنید، من باز میگردم. آمدم. آنتونیوس، کجایی؟ خوابت برده؟ مگر چه شده؟ مگر چه شده؟ اهالی رمه و احشامشان را از خانه به در کرده و منتظر تو هستند. مگر امروز به صحرا نمی روی؟ چرا؟ می روم. شما بروید، من خواهم آمد. پس عجله کن. شما بروید، بیش از این مردم را در انتظار نگذارید. من هم اکنون می آیم. بروید. چه بود؟ یکی از اهالی روستا بود، روانش کردم رفت. ظاهراً خلوت است. تا هوا کاملا روشن نشده می توانیم خارج شویم، و اگر اجازه بدهید من هم با شما می آیم. تو چرا می خواهی با ما همراه شوی؟ آیا لازم از خود را به خطر بیفکنی؟ من که چون شما سعادت بت‌شکنی نداشتم، لااقل با بت‌شکنان همراه باشم. در ثانی شما به یک خدمتکار نیاز دارید. تو دوست و برادر مایی، ولی علتی ندارد که با ما همراه شوی. تو که جرمی مرتکب نشده ای. من تازه شما را پیدا کردم، به این راحتی رهایتان نمی کنم. ما تو را با خود نخواهیم برد، اصرار تو بیفایده است. از اینکه تو با ما همراه شوی خوشحال خواهیم شد، اما اگر ما را دستگیر کنند سنگسار می شویم. تو چرا بیهوده میخوایی سنگسار شوی؟ دوستان، تک تک خارج میشویم. اول من میروم. من از بالای کوه مراقبم که راه را گم نکنید. آنتونیوس، خدا نگهدار. خدا نگهدار عالی جناب. خدا نگهدار آنتونیوس چوبان. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا نگهدار. خدا بدرود. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بایستید. چند نفر بروید بره‌های زیرزمینی و خوب بگردید. بقیه مواظب اطراف باشند. عجله کنید. کنتر. اینجا که خبری نیست، برویم. برویم. خبری نبود قربان. فانتوس، تو با یک عده سرباز از آن طرف برو. شما هم از این طرف بروید. شما هم دنبال من بیایید. حرکت کنید. Thank you.
یعنی چه؟ آنها کی هستند که از کوه بالا می روند؟ آنها به کجا می روند؟ غریبه هستند. ای برو حیوان. دیمیتریو، دیدی آنها مرا با خود نبردند؟ آنها نگران جان من بودند. یعنی جان من این همه ارزش دارد؟ نه نه، من که فکر می‌کنم بودن با مردان خدا لیاقت می‌خواهد که من ندارم. آنها جان خود را در راه خدایشان ایثار می‌کنند. راه آنها راه خداست، ولی من باید به این زندگی بچسبم و جانم را صرف این زندگی مسخره بکنم. کمیتریو، آنها به خدایان دروغین و بت‌ها پشت کرده به سوی خدا می روند، ولی من جان خود را برداشته رو به دنیا آورده ام. من گمان میکنم اگر اصرار میکردن میپذیرفتن. کمیتریو، تو اینطور فکر نمیکنی؟ تو فکر نمیکنی بهتر است به دنبال آنان بروم؟ درست است که تو یک حیوانی و عقلت نمیرسد و سرت را بدون اراده تکان تکان میدهی، حق داری، اما من که عقلم میرسد، من که میدانم راه آنان راه خداست، پس چرا اینجا نشستم؟ باید بروم. تو بمون. کمیتریو، تو باید مواظب گوسفندان باشی تا صاحبانشان بیایند. برگرد کمیتریو، برو برو، برگرد برگرد. کمیتریو، باز که پشت سر من راه افتادی. برگرد، عجب حیوان زبان نفهمی. برگرد کمیتریو، تو باید مواظب گوسفندان باشی. برگرد، گله به تو احتیاج دارد. برگرد، برگرد کمیتریو، برو، گله تنهاست. برو. بنشینید. خلوت با خدا سخت‌ترین راه را انتخاب کرده اید. راه رسیدن به خدا چندان هم سهل و ساده نیست. منتها جناب مکسیمیلیان، ظاهرم این راه را به اراده خود بر نگذیده ایم. گویا اراده دیگری ما را به این راه میبرد. خدایا، چگونه با انسان‌ها سخن می‌گویی؟ بشر حقیر چگونه می‌تواند مخاطب تو قرار گیرد؟
من احساس میکنم این راه را به خواست خود نمی رویم. بله همینطور است، بهتر است راه بیفتیم. اینجا چه میکنی؟ من نه، راستش را بخواهید وقتی دیدم شما به من اجازه ندادید من به سراغ خدا رفتم و از ایشان اجازه گرفتم. خداوند خودش به تو گفت بیای اینجا؟ دقیقا خودش گفت، گفت راه صالحان را بروید، منتها من دیدم اگر راه صالحان بروم مرا با خود نمیبرند، پس به ناچار از بیراه آمدم. و تو زودتر به مقصد رسیدی. قصد من پیش دستی بر صالحان نبود، من مجبور شدم. پس بالاخره کار خودت رو کردی. باشد، حال که به دنبال درد سر میگردی مانعی ندارد، میتوانی با ما باشی. سپاسگزارم. کمیتریو برو. کمیتریو چرا آمدی تو؟ برگرد، چرا آمدی؟ مگر نگفتم پیش گله بمان؟ بگمانم این سگ موقعیت ما را افشا کند. چرا نمی روی؟ کمیتریو با تو هستم، برگرد. عجیب است، چرا نافرمانی میکنی؟ برو. نه نزن آنتونیوس، بگذار بیاید، شاید امروز از کسی دیگر فرمان میگیرد. از کجا که او هم به دنبال کسی است که ما هستیم. گمان کرده ای که ارادت او به خداوند کمتر از توست آنتونیوس؟ راحتش بگذار. کمیتریو بیا، بیا بیا بیا. جناب ماکسیمیلیان بد نیست؟ بزرگ و جادارم هست. یک راه خروجم اونجا هست. نه، اونجا حفره مسدود است. پس این غار راه به جایی ندارد؟ نه، ندارد. گفتم که اینجا مکان تجمع و توطئه آنها بوده. ظاهراً از اینجا تجهیز می شدن و در پی اعمال ننگین خود می رفتن. یعنی با این تیر و کمان شکار می زدند؟ بله می زدند، اما شکارشان سربازان رومی بوده نه حیوان.
با اینها چهره خود را می پوشاندند. سوار شو. حرکت کنید. تمام روستاها و قصبات اطراف را بگردید. هیچ جایی نمانده باشد که جستجو نشده باشد. دروغ میگویی هلن، دروغ میگویی. آخر چگونه ممکن است که تو از مخفیگاه آنان خبر نداشته باشی؟ میبینید که ندارم. آنها از طریق دخمه خانه تو گریختند، آنگاه به تو نگفتند به کجا میروند؟ افسران و سربازان شما در تعقیب آنان بودند، چرا دستگیرشان نکردند؟ تو با فراریان هم دست و شریک جرم آنانی. در ضمن بی‌عرضگی سربازان من جرم تو را تخفیف نمیدهد. من فقط همسر جناب ماکسیمیلیان هستم و اعمال او هم به خودش مربوط است. مطمئن باشید از این پس ماکسیمیلیانی در کار نیست تا همسری داشته باشد. فعلا که از دست فرمانده نالایقی چون تو گریخت. هر موقع او را یافتی یا به سرایی کن. مطمئن باش اگر او پیدا نشود تو را به جای شوهرت مصلوب و مجازات خواهم کرد، مگر اینکه مخفیگاه او را افشا کنید. من از آنان بی خبرم. شما هم هر کاری میخواهید بکنید. تو از رأفت پدرانه من سوء استفاده میکنی. هرن بگذارید برود. علی جناب، او برای پیدا کردن ماکسیمیلیانوس تامه خوبی است. آرام باشید علی جناب، زنان بر دین شوهرانشان هستند. بگذارید مدتی بگذرد. همسر جدید او را به راه خواهد آورد. میخواهم خانه آنها را زیر نظر داشته باشید. حتما علی جناب، حتما. بانوی من چه خبر؟ خدا را شکر هنوز آنان را نیافتند. خدای شکر. پس چرا انقدر ناراحتید؟ آنقدر که این جولیوس رزل آزارم میدهد. پدرم آزارم نمیدهد. خدایا هر کجا که هست او را از شر دشمنانش در امان بدار. اگر میخواستم این چنین مملکت داری کنم که تا کنون روم به باد رفته بود. شش نفر خائن در قصر تو امپراتوری روم را به تمسخر میگیرند و آنگاه میگریدند و هیچ کس هیچ غلطی نمیتواند بکند. جناب امپراتور، من از همان اولم به آنان مشکوک بودم، مخصوصا به آن ماکسیمیلیان مغرور. همان ماکسیمیلیان مغرور همه ما را تحقیر کرد و به تمسخر گرفت. لعقیده ای را که کاهلی چون تو از آن پاسداری می کند جوید و چف کرد. و اما تو دیوکلتیان از بی ارزگی تو بود که گریختند، اما از شنگه من نمی توانند بگریزند. آدی جناب، مطمئن باشید که همگی آنان را دستگیر و به اشد وجه مجازات خواهم نمود. ببین دیوکلتیان، من امروز اینجا را به سمت اورشلیم ترک میکنم. اگر قبل از رسیدن من به اورشلیم خبر دستگیری و مجازات آنان را شنیدم چه نجات یافتی؟ وگر نه وای به حال دیوکلتیان سردار سپاه پنجم امپراتوری روم. باور کردنی نیست. یعنی ماکسیمیلیان داماد دیوکلتیانوس یک مسیحی بوده؟
پنج شش تن دیگر از مشاوران دقیانوس هم مسیحی بودند، اما کسی نمی‌دانسته. هیچ کس تصور نمی‌کرد آدم‌هایی با آن ظاهر مهربان و دلسوز از درون آنقدر پست و درو باشند. چرا اهانتشان را به خدایگان امپراتور نمی‌گویید؟ آن که خیلی بدتر است. ولی به نظر من مخالفت با عقاید ما دلیل بدی آنان نیست. چه بسیار کسانی که خدایان ما را می‌پرستند اما انسان‌های رذلی هستند، مثل این جولیوس. از شما چه پنهان؟ من که هنوز نسبت به آنان احساس احترام می‌کنم. نمی‌دونم. شکستن بت‌ها و آتش زدن بتخانه‌ها هم کار آنها بود. نبودی ببینی که چگونه آنان به خدایان ما اهانت می‌کردند و مقدسات ما را مسخره می‌نمودند. این بی‌ارزگی دیوکلتیانوس است که جلوی مشتی کافر و خائن را نمی‌تواند بگیرد. من می‌گویم دیوکلتیانوس این موضوع را خوب می‌دانست، اما به خاطر دخترش هلن چیزی به ماکسیمیلیان نمی‌گفت. اگر ساکت بنشین و از حریم مقدس خود و خدایان خود دفاع نکنیم، بیشک مورد خشم آنها قرار گرفته و نابود خواهیم شد. من میگویم اگر خدایان میتوانستن چیزی را نابود کنند، دیگر دشمنتر از ماکسیمیلیان و مشاوران دیوکلتیانو چه کسانی بودند؟ وقتی تو این گونه به خدایان ما اهانت میکنی، دیگر از ماکسیمیلیان و یارانش چه توقعی میتوان داشت؟ اگر امپراتور مانع نمی شد، من همانجا قطعشان می کردم. اگر همانجا مجازات می شدند، فرصت فرار نمی یافتند. در بین مردم شایع شده که خدایشان آنها را نجات داده و از چنگ امپراتور رهایشان کرده است. اینها جز اباطیل نیست، خدایی که دیده نمی شود و جز وهم و خیال نیست، چگونه می تواند کسی را نجات دهد؟ من نمی دانم خدایانان چگونه خدا، اما میدانم که خدایان ما نیز نتوانستن از خود دفاع کرده و این نامردان را مجازات کنند. اگر ناراحت می شوید، می خواهم بگویم ظاهراً خدایانان تواناتر از خدایان ماست. عالی جناب، این مرد می گوید خدایان ما اگر می توانستند از دشمنانشان انتقام می گرفتند. میگوید خدایان ما ناتوان هستند. اصلا صحبت بر سر توانایی یا ناتوانی خدایان نیست. ببینید عالی جناب، من میگویم انسان عاقل تفکر و تعمق را که حق مسلم اوست از خود سلب نمی کند. من چندیست که با خود فکر می کنم که جنگ میان پرستندگان جوپیتر و آپولون و دیگر خدایان روم از یک سو و پرستندگان خدا و پسرش مسیح از سوی دیگر، آیا جنگی اجتناب ناپذیر است؟ آیا این رابطه خصمانه را نمیتوان دوستانه کرد؟ یعنی به نظر شما اشکالی ندارد که ما خدایان خود را رها کرده و خدای مسیحیان را بپرستیم؟ من گمان می کنم که جنگ ما و آنها بر سر نام است، که این جنگ بی‌معنایی است. نمی فهمم. یعنی آنها خدایان ما را باور دارند و فقط نام آنها را تغییر دادند؟ من فکر نمی کنم جز این باشد. در واقع تفاوتی بین عقاید پرستندگان دین مسیح و پرستندگان خدایان روم نیست. او گفته است که رومی ها جوپیتر را می پرستند و آنها خدا را، و این هر دو نام یک موجود است. ما معتقدیم که آپولون پسر خداست و آنها معتقدند مسیح. این دو نیز یکی است. گمان نمی کنم این چنین باشد که تو میگویی. ماکسیمیلیان و دوستانش از خدای یگانه سخن میگفتند و برای خدا پسری قائل نبودند.
اگر این چنین باشد که تو میگویی، خطر بزرگی ما را تهدید میکند. باید جلوی اشاعه این تفکر را گرفت. این تفکر ممکن است بسیاری از پرستندگان جوپیتر را به دین مسیح در بیاورد. علی جناب، چه اشکالی دارد که مردم پیرو چه آیینی باشد؟ ما از آنان پرستش می‌خواهیم. نام که مهم. ای وای احمق، ما اینک گنجینه عظیم خدایان را در اختیار داریم. تمامی نذورات و هدایایی را که برای خدایان می‌آورند به ما تعلق می‌گیرد. آن وقت شما گمان کردید اگر پیروان آیین ما به دین مسیح درآیند، ما باز هم می‌توانیم اقتدار موجود را داشته باشیم؟ ولی مردم چون ما فکر نمی‌کنند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، آنها گروه گروه به خدای مسیح خواهند گروید. این غار جای ساکت و آرامی است. بخور حیوان. اگر شانس بیاوریم و زود گرفتار نشویم، چند روزی را در این غار میهمان خدایی، چون دیگر غذایی نداریم. اگر تا به حال مهمان که بودیم؟ ما با کار و پوشش خود چیزی را خلق نمی کنیم، بلکه فقط نعمتهای خالق را جمع آوری می کنیم. در حقیقت همه چیز را میزبان حقیقی برای من فراهم کرده است و باز هم اگر لازم باشد روزی من را عنایت خواهد کرد. با روزی یا بدون روزی، به هر حال چند روزی بیشتر دوام نمی آوری. با این غاری که من میبینم، اگر سربازان برسند، همینجا را گورمان خواهند کرد. بیشک آن که ما را به اینجا آورده بی حکمت نبوده است و اراده او فوق اراده است. جناب ماکسیمیلیان، اجازه میدهید سالی را که مدت ها ذهنم را مشغول کرده از شما بپرسم؟ اگر بتوانم پاسخ دهم خوشحال میشوم. چرا همیشه شوکت باطل جلای حق را میپوشاند؟ چرا خداوند قادر حق را با قدرت خیش غلبه نمی بخشد؟ چرا آیه ای نشان نمی دهد تا همه ایمان آورند و کسی را جای چون و چرا نباشد؟ آیا تو دوست داری که خداوند بالاترین کمال خود، یعنی اختیار و انتخاب را از تو سلب کند؟ اگر ما به میل و اراده خود حق را حمایت کرده و باطل را محو کردیم، به راه ایمان گام نهاده و از این کمال بهره گرفته، وگرنه ایمان بدون اراده را که دیگر موجودات هم دارند. فکر نمی کنید این سلطه بت پرستی و ظلم و رواج فساد خلاف اراده پروردگار است؟ آیا او اراده کرده است که حق همیشه مقهور باطل باشد؟ نمی دانم که چگونه پیروزی حق بر باطل محقق خواهد شد. اما احساس میکنم که باطل بیشباهت به کف روی آب نیست و در نهایت حقیقت خودنمایی میکند. جمله ای از انجیل که ماکسیمیلیان همیشه تکرار میکند: حقیقتی را که در تاریکی از گفتنش هراس داشتید، روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی را که در خلوت خانه ها آموخته اید، روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد کرد. یعنی خواهد رسید آن زمان که خدا برستان بر کفار بودبر از پیروز شد. اما چگونه ماکسیمیلیان؟ چگونگیش را نمیدانم. در این که حقیقت پیروز می شود شکی نیست، ولی ممکن است در زمان ما این حقیقت رخ ننماید و آیندگان شاهد آن باشند. تو صدایی نشنیدی؟ من احساس می کنم تنها نیستی. انگار که کسی مراقبه.
است. چقدر خوابم میاد. نمیدانم تنها من این همه خسته و خوابالودم. با شما همین چنین؟ من که به زور میکایم رو باز نگردشتم. در این موقعیت یک نفر باید بیدار بمانه. شما استراحت کنید. بیخوابی دیشب و پیمیدن این راه طولانی و صعب العبور رمقی برای من نگذاشته. از شما استراحت کنید. آلی جناب ماکسیمیلیان، من دیشب را خوب گفتم و مثل شما هم خسته نیستم. شما استراحت کنید، من بیدار میمانم. باشد آنتونیوس، باشد. بخوابید. نمیدونم چرا انقدر خسته. تشنه خواب نبودم. گویی این خواب به اراده خودم نیست. من که خوابم گرفت. تو نمیخوابی که میتریو؟ که زود همه خوابیدند. عجیب است که میتریو تو با چشمان باز خوابیده ای. تو را تا کنون این گونه ندیده بودم. قول دادم که نگهبانی دارم، اما خواب نمی گذارد. امیدوارم اتفاقی نیفتد. چند لحظه فقط چند لحظه که بخوابم کافی است. بعدم بهتر میتوانم به نگهبانی بپردازم. امیدوارم جناب ماکسیمیلیان مرا ببخشد. دست خودم جناب ماکسیمیلیان در زیر شکنجه بودند که به من فرمودند مردم را آگاه سازید. به آنان بگویید که خداپرستان در قصر چگونه امپراتور را مورد تمسخر قرار داده و بت خدایگان هادریانوس و دیگر خدایان را شکستند.
گفت به شما بگویم که خداوند حامی شماست. آیین ما روزی فراگیر می شود و پیروان بسیاری را مجذوب خود خواهد کرد. آگاه باشید که جوان مردان دربار دقیانوس برای احیای توحید و مبارزه با خدایان دروغین قیام کردند. آری، تا کنون به ما طعنه می زدند که دین شما متعلق به غلامان، بردگان و دریوزگان است. حال ببینید که بزرگزادگان و اشراف نیز از کیش ما پیروی می کنند و این نیز مگر به حقانیت دین مولای من مسیح. این جوان مردان نه تنها خداپرست بودند، بلکه بسیاری از خداپرستان توسط آنها هدایت یافتند. بله، درست است. واقعاً که اینان جوان مردانی شجاع و بیباکند. تأخیر کردن امپراتور کار هر کسی نیست. دقیانوس را بگو تحقیر کردن او جسارت می‌خواهد. یا عیسی ابن مریم، آنها را یاری کن. قطعاً یاری خواهد کرد. اینان کوچکتر از آنند که بتوانند آلی جناب ماکسیمیلیان و دوستانش را دستگیر کنند. اگر می‌توانستند تا به حال آنها را گرفته بودند. دوستان، من فکر می کنم آنان در راه انتاکیه باشند. دیگر هیچ کس نمی تواند آنان را دستگیر کند. من اگر جای آنان بودم به طرف دریای سفید می رفتم و از راه دریا خود را به خارج از متصرفات روم می رساندم. آری، درست. نه، ترتوس بهترین جا برای مخفی شدن است. جدال نکنید. جناب ماکسیمیلیان خود بهتر می داند چه بکند. دوستان، بیایید همه با هم برای نجات آنان دعا کنید. خداوندا، این جوانمردان برای تو قیام کردند. خود حامی آنان باش و از شر سربازان دقیانوس محفوظشان بدار. آمین. قرار بود تمام گوشه و کنار شهر را زیر نظر داشته باشید. چه شد؟ ما لحظه ای غافل نشده ایم، اما هیچ گونه رابطه بین فراریان و مردم شهر مشاهده نشده. غیر ممکن است که رابطه بینشان وجود نداشته باشد. منتها پیدا کردن این رابطه ارزه می خواهد که شما دو نفر ندارید. مطمئن باشید عالی جناب، ما از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد. فرمان به همه مسیرها نیروی گشتی اعزام کردیم. به همه دهکده‌ها و همه شهرها پیک ارسال شده. جایی نخواهد ماند که مورد تفتیش واقع نشود. هر جا که باشند پیدایشان می‌کنیم. مطمئن باشید که زمان علیه شماست. اگر تا قبل از ورود امپراتور به اورشلیم او را نیابید، باید خودتان را برای چوبه صلیب آماده سازید. ماتیوس. بله عالی جناب. گمان می کنم آنان را پیدا خواهی کرد. چاره ای ندارم. اگر پیدایشان نکنم، آه جوپیتر والا، کمکم کن. ببینم ماتیوس، با یک باغ بزرگ در اطراف فیلادلفیا چطوری؟ یک باغ در فیلادلفیا؟ در ازای چه کاری؟ میخواهم ماکسیمیلیان را زنده تحویل ندهی. به هر حال آنان را خواهند کشت. اینطور مطمئن‌تر است. در ضمن تو هم به باغ زیبایت خواهی رسید. بله، او موقع دستگیری کشته خواهد شد و شما هم به بانو هلن خواهید رسید و به دنبالش هم شاید تاج و تخت. بانوی من، سربازان تا کنون همه جا را گشتند. دو شبانه روز است که می گردند، اما آنها را نیافتند.
این را بگویم، جولیوس از عصبانیت عربده میکشید. تنها او نبود، دقیانوس نیز یک سر بر سرشان فریاد میکشید. مطمئن باشید امکان ندارد آنها را پیدا کنند. امیدوارم که خداوند آنان را در پناه خود حفظ کند. میدوی در درونم میگوید که دیگر مکسیمیلیان را نخواهم دید. این چه حرفیست که میزنی؟ مؤمنین همیشه باید به الطاف خداوند امیدوار باشند. تشویش درونیم به من میگوید که او را نخواهم دید، اما در خواب دیدم که او بازگشته و من با او سخن میگویم. من مطمئنم که او مکسیمیلیان بود و من دختری جوان و تازه سال بودم. نگران نباش، خوابهای پریشانت نتیجه حوادث روز است. بانوی بیچاره، ما به دنبال 6 نفر فراری هستیم. فراریان از اشرافزادگان رومی و از مشاورین جناب دیوکلتیانوس هستند که به امپراتور و خدایان روم خیانت کردند. مجازات فراریان مرگ است و هر کس که به آنان پناه داده یا خبری از آنان داشته باشد و افشا نکند به سرنوشت آنان دچار خواهد شد. فراریان از پیروان آیین جدید هستند و خود را از پیروان پیامبر ناصری می دانند. آنها به خدایان ما کفر ورزیده و به خدایگان امپراتور اهانت روا داشتند. پس کسانی که از آنها خبر داشته باشند و با مأمورین ما در پیدا شدن آنها همکاری نمایند، از طرف عالی جناب دیوکلتیانوس مورد تفقد قرار گرفته و جایزه‌ای گرانبها دریافت خواهند کرد. به گمانم که من آنها را دیده باشم. دیده ای؟ من آنها را دیدم. خب بگو، بگو به آنها که دیده ای. تو مثل این که چیزی میخواهی بگو.